دو کارشناس محترم، آقایان منصور فرهنگ، کارشناس امور بین‌الملل از نیویورک، و آقای شاهین مدرس، سالگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل از روم، ایتالیا. آقای فرهنگ، شما درباره سخنرانی آقای نتانیاهو در کنگره آمریکا چه نظری دارید؟ چه اهمیتی داره از نظر شما این سخنرانی؟ سخنرانی اون قسمتی که مربوط به ایران و حماس بود واقعیاتی رو بیان میکرد، یعنی از این که جمهوری اسلامی موجودیت اسرائیل رو زیر سوال برده، اسرائیل رو سرطان میدونه و به نیروهای تروریستی مثل حماس، مثل اسلامیک جهاد، مثل حزب الله کمک میکنه، تردیدی نیست. اینها واقعیاتی است که همه میدونن و اون روی این موضوع تکرار کرد. ولی بعد وقتی به حماس حمله میکنیم که یک تشکیلات تروریستی، همونطور که نتانیاهو میگفت، باید که چرا این تشکیلات به وجود اومده و چرا این تشکیلات قوی شد. به اینجا که میرسه نتانیاهو هرگز این نکته اشاره نمیتونه بکنه که خود او یکی از افرادی بوده که در طی 30 سال گذشته طرفدار حمایت از حماس و کمک‌های حتی نظامی و اقتصادی به حماس بوده برای جلوگیری از متحد شدن مردم فلسطین و تقاضای اونها برای ایجاد کشور مستقل فلسطین. اشاره‌ای به اون نکرد. و نکته مهمتری که اصلا و ابدا در سخنرانی او اشاره بهش نشد اینه که دیوان بین‌المللی دادگستری، یعنی دادگاه لاهه، حدود یک هفته قبل اشغال اراضی فلسطین توسط اسرائیل رو غیر قانونی اعلام کرد و در واقع این عالی ترین مرجع قضایی سازمان ملل متحده که در این حکم تاریخی اعلام کرده که اشغال اراضی فلسطین توسط اسرائیل خلاف قانون بین‌المللیه و در واقع خصوصاً کرانه باختری رودخانه اردن، بیت المقدس شرقی و غزه رو باید اشغال اینها رو متوقف بکنه. و به طور این برای اولین باره که دیوان بین‌المللی دادگستری درباره اشغال 57 ساله اراضی فلسطین توسط اسرائیل قضاوت کرده و این به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد. این واقعیتی است که در واقع، یعنی حقوق ملل در این سخنرانی کوچکترین اشاره‌ای به حقوق 7.5 میلیون فلسطینی که در این سرزمین زندگی میکنن وجود نداره و به طور تلویحی مردم فلسطین رو ضد اسرائیل اعلام کرد و اعلام هر نوع خشونت علیه اونا رو توجیه. آقای مدرس، شما نکات مهم سخنرانی آقای نتانیاهو رو چطور دیدید با توجه به اینکه آقای فرهنگ گفتن نتانیاهو یکی از کسانی بوده که از تقویت حماس چه بسا دفاع میکرده و حمایت میکرده؟ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای یزدیان، جناب آقای فرهنگ و بینندگان محترمتون. ببینید، در زمینه اسرائیل و فلسطین ما اگه بخوایم در زمین تاریخ بازی کنیم و برگردیم به اینکه رویدادهای تاریخی چه بوده، استفاده از واژه اشغال برای اراضی که در اون سرزمین وجود داره اصلا بلا موضوع هست، به خاطر اینکه اینها مردم اون ناحیه بودن، مردم اتنیک، مردم بومی اون ناحیه بودن که در آن خطه زندگی میکردن و از آنجا در دوره‌های متفاوت تاریخی با فشار و با اجبار رانده شدن، مجبور به کوچ شدن. با این وجود تعدادی در آنجا باقی ماندن و در 1948 یک اتفاق معجزه‌آسایی رخ میده و با تأسیس اسرائیل رو. راجع به صحبت‌هایی که آقای نتانیاهو داشتن، اون چه که من برداشت می‌کنم اصلا و ابدا این نبود که به حقوق فلسطینیان توجه نشده باشه و یا اینکه اونها رو همگی رو بخوان تروریست بنامند، بلکه آقای نتانیاهو اشاره کرد. من ببینید، قصدم دفاع از شخص آقای نتانیاهو نیست، ولی وقتی تحلیل گفتمانی می‌خوایم انجام بدیم، این تحلیل گفتمانی باید بر پایه آنچه باشه که به واقع اعلام شده. ایشون اشاره کردن، گفتن که ما علاقه ای نداریم به اینکه کنترل امور در غزه رو بخوایم به دست بگیریم. تنها کاری که میخوایم بکنیم اینه که وضعیت امنیتی اونجا رو به نوعی میشه گفتش که کنترل کنیم به دو جهت، دیمیلیتاریزیشن و دیرادیکالیزیشن، به این معنی که اون منطقه رو غیر نظامی کنیم و با بنیادگرایی در اون منطقه بخوایم مبارزه کنیم، برای اینکه فلسطینی ها در کنار ما، و لفظی که استفاده کردن، فلسطینی ها در کنار ما، در کنار هم بتونیم
صلح داشته باشیم و در کنار هم بتونیم زندگی کنیم. از سمت دیگه نکات مهمی که بخوام اشاره کنم در صحبت ایشون این بود که آقای نتانیاهو عملا صحبت خودش رو با بحث جمهوری اسلامی آغاز میکنه در کنگره آمریکا و این بحث رو مطرح میکنه که تهدیدی که امروز جمهوری اسلامی به نوعی میشه گفت داره ایجاد میکنه تهدیدی همه جانبه و در چند جا به این مسئله اشاره کرد که آنها ابتدا به سراغ ما خواهند آمد و آمریکا هدف بعدی و هدف دوم خواهد بود، به این معنا که بعد از اینکه بخوان اسرائیل رو نابود کنن اینها دارن میان به سمت نابودی آمریکا و ما اینجا لازم هست بعد از پیمان ابراهیم به یک اتحاد ابراهیم دست پیدا کنیم با ایالات متحده و آقای نتانیاهو دیگه در توانایی این رو داره که بگه و با دوستان و شرکای عرب خودمون بعد از به نوعی میشه گفتش که آنچه که در پیمان ابراهیم اتفاق افتاد و در چنین شرایطی اتحاد ابراهیم باید بتونه کمک کنه که ما با جمهوری اسلامی و بازوهای مختلفی که در منطقه داره مبارزه کنیم. از سمت دیگه یک نکته بسیار مهمی که وجود داشت این بود که آقای نتانیاهو به این مسئله اشاره کرد که هرچه سریعتر کمک‌های ایالات متحده برسه به دست اسرائیل، اسرائیل سریعتر میتونه این جنگ رو پایان بده و سریعتر میتونه به اهدافی که در ذهن داره مبنی بر شکست حماس برسه. و باز هم به این مسئله اشاره کردن اگر همین امروز حماس گروگان‌ها رو پس بده و خلع اصلاح بشه جنگ پایان پیدا میکنه. حماس هست جنگ رو شروع کرد و حماس هست که میخواد اون جنگ ادامه پیدا کنه. خب آقای فرهنگ، تحلیل و ارزیابی شما رو بدونیم، به نظر میرسه که به هر حال آقای نتانیاهو با توجه به نکاتی که آقای مدرس هم مطرح کردن از موضع قدرت به واقع صحبت میکرد، صحبت از اتحاد امنیتی در برابر تهدید ایران کرد و از اون به عنوان اتحاد ابراهیم یاد کرد. به نظر شما او آیا میتونه به اهدافی که میخواد از این سخنرانی برسه، به هر حال جلب کمک‌های نظامی و یا اینکه به هر حال اون اتحادی که بخواد با شرکای منطقه‌ای آمریکا در خاورمیانه داشته باشه؟ هیچ وقتی اتحادی نمیتونه با شرکای داخلی کشورهای عربی حتی عربستان سوریه تا زمانی که مسئله فلسطین حل نشده، تا زمانی که 7.5 میلیون نیمی از جمعیت این 15 میلیون انسانی که در این منطقه زندگی میکنن 7.5 میلیون یهودی هن 7.5 میلیون. واقعیت امریه که در تمام انتقاداتی که نتانیاهو علیه جمهوری اسلامی میکرد صحیح بود، یعنی جمهوری اسلامی کشوری است که از تروریست دفاع میکنه، دقیقا همون کاری که حزب اللهی های یهودی در اسرائیل میکنن. یعنی بین حزب اللهی های یهودی در اسرائیل و حزب اللهی هایی که به خاک بر ایران است اشتراک منافع وجود داره، یعنی ضدیت با حقوق مردم فلسطین. ایران هرگز و هرگز از حقوق فلسطینیان دفاع نمیکنه، از نابودی اسرائیل صحبت میکنه و این بهترین کمکی است که به دست راستی ها خصوصا حزب اللهی های اسرائیل که تمایلات فاشیستی حزب اللهی های یهودی دقیقا شبیه تمایلات فاشیستی حزب اللهی های شیعه و سنیه، اینه که طرفداران صلح در اسرائیل و طرفداران صلح در کشورهای عربی و کشور ایران اینها در راهی باید باشه که اینها بتونن به حل مسئله فلسطین کمک بکنن. این تنها راهی است که بتونن دست راستی های اسرائیل و دست راستی های ایران و حماس و القاعده و غیر ذالک اینا رو بتونن به حاشیه برونن، شکست بدن. تا زمانی که اسرائیل موجودیت مردم فلسطین و حقوق مردم فلسطین رو انکار میکنه، از در برتبر اسرائیل یک کشوری است که از طرف سازمان ملل متحد کشور مستقل اسرائیل هم به رسمیت شناخته شده. این که ما برگردیم به افسانه ها و خرافات و اوهام 3000 سال قبل یا 2000 سال دقیقا همون کاری که حزب اللهیا میکنه. حزب اللهیا چه حزب اللهیا اسرائیلی یهودی چه حزب اللهی های مسلمون، کاری که اینا میکنن اینا به خاطر اینکه گذشته رو به یاد بیارن، گذشته رو افسانه ازش ساختن و به جای اینکه آینده رو راجبش فکر بکنن، گمان زنی بکنن، آینده رو به خاطر میارن. یعنی درست برخلاف آگاهی یک انسانی که به طور معمول و طبیعی عمل میکنه. نتانیاهو تمایلات شبه فاشیستی بر ضد مردم فلسطین داره، همونطور که رژیم فاسد
ایران تمایلات فاشیستی بر ضد مردم یهود داره. بنابراین ما اینجا در برابر دشمنانی قرار گرفتیم که اگرچه بر ضد همدیگه تبلیغات میکنن، ولی رفتار و کردار و اولویت‌های سیاست خارجی اونها به همدیگه کمک میکنه، به جای اینکه دنبال صلح. دولت اسرائیل از نوار از 7 اکتبر غزه که بگذریم، در همین یک سال گذشته دست راستی های اسرائیل، یهودی های حزب اللهی اسرائیل که همه مسلح هستن و دائم در حال گسترش شهرکسازی هستن، که امروز بیش از 600 هزار شهرکسازی در اونجا درست کردن، بیش از 1000 فلسطینی غیر مسلح رو کشتن. و اگر ما به زندان های بیش از 10,000 زندانی فلسطینی، در حتی اکثریت این زندانی ها متهم به هیچی هم نشدن. بهترین راهی که ما بفهمیم نتانیاهو و دست راستی ها در اسرائیل چه میکنن و چه بلایی بر سر مردم فلسطین میارن، اینه که بریم به تشکیلات حقوق بشر اسرائیل رو، که یکی از بهترین منابع تجربه تحلیل حقوق بشر در منطقه است، اونجا رو مطالبه که همه یهودیان و بسیاری از اونها از نظر یهودی بهش میگه که از که عبارت انگلیسی استفاده میگن self-hating Jews، یعنی هر یهودی که از حقوق فلسطینی ها در اسرائیل دفاع میکنه، دست راستی ها میگن این یهودی متنفر است کیش. بنابراین دشمنان حرفایی که راجع به جنایات ایران، دشمنان حماس، تروریسم حزب الله زد، تمام اینها درست، ولی این مشکلات، این واقعیات دردناک و تروریستی نمیتونه مسئله حقوق فلسطینیا رو حل بکنه، و تا اون مسئله حل نشه ما در منطقه صلح نداریم و اسرائیل نمیتونه به یک کشوری که متعهد به دموکراسی در دنیا شناخته بشه. دموکراسی این نیستش که نیمی از جمعیتی که در خاک یک کشور زندگی میکنن به طور کلی دارای حقوق انسانی نباشد. نتانیاهو یک دست راستی ضد حقوق بشر و ریسیست، و دقیقاً هدف اصلی اون هم در این سخنرانی این بود که بخواد ثبات سیاسی خودش رو تأمین بکنه. خب آقای مدرس، آیا فکر میکنید که این سخنرانی میتونه به ثبات سیاسی آقای نتانیاهو کمک بکنه؟ به هر حال خانم کامالا هریس با غیبت خودش شاید خواست این پیام رو بده که آقای نتانیاهو راه دشواری رو داره برای گفتگویی که حالا قرار داشته باشه با رهبران آمریکا. بله، ببینید، اجازه بدید من اول یه نکته خدمتتون عرض کنم. اینکه ما بخوایم روند پدیدارشناسی تاریخی یک پدیدار اوهام بنامیم، مثل این هست که بخوایم تاریخ رو زیر سوال ببریم. اینها واقعیاتی هست که به هر حال وجود داره، ولی در یک زمینه من با اتفاقا واقعی فرهنگ موافقم، و اون هم این هستش که تشابهات بسیار زیادی وجود داره بین راست افراطی که الان داره شکل میگیره به نوعی در اسرائیل، و آن راست افراطی که حالا به هر حال در سیستم جمهوری اسلامی وجود داره. ولی یک تفاوت بسیار بسیار عمده‌ای بین این دو وجود داره، و اتفاقا آقای نتانیاهو در ابتدای سخنرانیشون به این اشاره کردن. اون تفاوت این هستش که راست، اون جریانی که در جمهوری اسلامی وجود داره، مرگ رو شکوهمند می‌کنه، و جریان دیگری که وجود داره برای زندگی به نوعی داره تلاش می‌کنه، برای بقا خودش داره تلاش می‌کنه. برای همین بین این دو پدیده یک تفاوت عمده وجود داره، اما بله اتفاقا شباهت‌هایی دارن. در رابطه با اینکه آقای نتانیاهو وضعیت و آینده سیاسیش چه خواهد شد، ببینید، آقای نتانیاهو امروز در سخنرانی که داشت بارها به این مسئله اشاره کرد که اسرائیل یک دموکراسی قابل احترام است، ولی یک به نظر من یکی از بزرگترین مسائلی که داره دموکراسی اسرائیل رو تهدید میکنه و به نظرم به واقع کشور دموکراتیکی هست، خود آقای نتانیاهو و اعمالی که آقای نتانیاهو داره انجام میده، به خاطر اینکه به عنوان مثال وارد کردن شریعت یهود به سیستم قضایی کشوری که یک کشور سکولار هست میتونه باعث ایجاد یک تئوکراسی جدید در خاورمیانه بشه، و واقعا تئوکراسی جدید در خاورمیانه آخرین چیزیه که به نوعی میشه گفت ما به اون نیاز داریم. در چنین شرایطی آقای نتانیاهو داره سعی میکنه برای بقای سیاسی خودش بجنگه. بخشی از این بقای سیاسی در گروی ادامه پیدا کردن این جنگ هاست، به خاطر اینکه بیش از اینکه 7 اکتبر اتفاق بیفته، وضعیت و موقعیت سیاسی آقای نتانیاهو در اسرائیل بسیار متزلزل شده بود دلیل اصلاحات سیستم قضایی، و بعد از 7 اکتبر بود که ما شاهد یک نوع
همبستگی اجتماعی شدیم، شاهد دیداری یک نوع حس میهندوستی از نو شدیم و شاهد این شدیم که تعدادی از افراد و قشر خاکستری اتفاقا تمایل پیدا کردن به راست افراطی در اسرائیل. مجموعه این دلایل رو شما وقتی کنار هم میذارید میبینید که بقای سیاسی آقای نتانیاهو در گروه ادامه جنگ هست. و یک نکته رو که راجع به جنگ باید خدمتتون عرض کنم اینه که متاسفانه در این جنگ تلفات غیر نظامی آمار بسیار بالایی داشت. اسرائیل متاسفانه باید این رو بگم که قوانین بشر دوستانه بین المللی رو در موارد مختلف نقض کرد، منجر به کشته شدن تعدادی غیر نظامیان شد. اما یک واقعیتی رو هم در این حال نباید فراموش کنیم، من به گناه اسرائیل چشم نمی پوشم، اما از اون سمت دیگه یک واقعیتی رو هم دارم میبینم که حماس از مردم فلسطین در بسیاری موارد به عنوان سفر انسانی در مدارس، در مساجد، در بیمارستان‌ها، در اردوگاه‌های پناهندگان استفاده کرد و باعث شد که تعداد افراد بیگناه غیر نظامی که کشته میشن افزایش پیدا کنه و بعد با رذالت خاصی مانور سیاسی میده روی تعداد این کشته شده ها. بله آیه فرهنگ، جنبندی شما رو بدونیم، به هر حال میخوام بدونم که مخاطب اصلی آقای نتانیاهو در این سخنرانی که بود و چه بود، او قصد داشت که نظر چه افراد و گروه هایی رو جلب بکنه، برای حفظ موقعیت سیاسی آقای نتانیاهو نیاز به چه گروه افرادی داره؟ افکار عمومی در آمریکا که برای اولین بار دقیقاً به دلیلی که دوست ارجمند بود توضیح می‌دادن کشتار به اصطلاح غیر نظامیان که بیش از 40,000 نفر به اصطلاح شدن و در واقع بیش از 2/3 مناطق مسکونی غزه به کلی نابود شده، از اون جهت انتقاداتی نسبت، ولی برخلاف حرفی که نتانیاهو زد این انتقادات به هیچ وجه من الوجود در دفاع از حماس نیست یا در دفاع حزب الله و اسلامی جهاد، به هیچ وجه نیست. اینا گروه‌های دست راستی هر نوع انتقاد از رفتار دولت نتانیاهو رو تبدیل میکنن به احساسات ضد، به هیچ وجه، چه در داخل هدف دو تا به نظر من حرف داد. یکی هدف این بود که افکار عمومی داخل آمریکا رو بتونه جلب بکنه که از این جهت سخنرانی موثری بود و غالب اکثریت بزرگ مردمی هم که به سخنرانی گوش میدن با تاریخ آشنا نیستن، بنابراین میتونن تحت تاثیرش قرار بگیرن، ولی نخبگان و مردم آگاه که اطلاعاتی دارن به هیچ وجه اونا نه اینکه مخالفت بکنن با استقلال اسرائیل، تمامیت اسرائیل، امنیت، به هیچ وجه. من خودم در اسرائیل بودم و میدونم که چه دستاوردهای جالبی این کشور داشته و همینطور صحبت کردن و گفتگو با کسانی که طرفدار صلح و همکاری با به حل مسئله با فلسطینی هست. ولی نکته دیگری که باید بهش اشاره کرد مسئله ایران بود. یعنی به نظر من نتانیاهو در مرحله نهایی فکر میکنه که مؤثرترین راه برای خلص برای بسیار بی کمبود و یا ضدیت با نفوذ ایران در منطقه باشه یا تغییر رژیم و یا بمبارون ساختارها، نه تنها تاسیسات هسته‌ای بلکه تاسیسات نظامی، تاسیسات اقتصادی و به طور کلی نهادهای امنی. و این امکان پذیره اگر رژیم ایران بخواد دنبال غنی‌سازی اورانیوم به طرف 90% بره و بالقوه توانایی ساختن سلاح هسته‌ای رو داشته باشه، اسرائیل فکر میکنه که و قابل فهم هم هست در اون موقع که یه همچه کشوری که 45 سال اسرائیل رو سرطان میدونه سلاح هسته‌ای داره، این میتونه موجودیت اسرائیل رو تهدید بکنه، بنابراین اونها میخوان مهار بکنن این رو و مهار کردن از اون نیاز مبرمی به همکاری آمریکا داره. نمیخوان این کشور رو اشغال بکنن، آمریکا این کار نخواهد کرد، ولی نابود کردن توانایی نظامی و هسته‌ای ایران با کمک آمریکا و اسرائیل امکان پذیره. بنابراین این رژیم شبه فاشیستی ایرانه که برخلاف منافع ملی ایران، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران، این تقابل رو با اسرائیل شروع کرده و به جای اینکه برخلاف تبلیغات دروغین خودش که داره از فلسطینی ها حمایت میکنه، در دنیای واقعیت بر ضد مردم فلسطین عمل میکنه و خدمت داره میکنه به دست راستی‌ترین و مرتجع‌ترین عناصر سیاسی در داخل اسرائیل.
خب آقای مدرس، شما اختلاف احتمالاً روی کردی که میان خانم هریس و آقای جو بایدن در قبال مسئله خاورمیانه وجود داره رو چگونه فهرست میکنید و اینکه به هر حال این موضوع تا چه اندازه میتونه افق سیاسی آینده آمریکا رو احتمالاً در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ترسیم کنه؟ ببینید، همه اینها بستگی به این داره که در چه وضعیتی اگر خانم کامالا هریس به مقام ریاست جمهوری برسن، در چه وضعیتی و با چه پشتوانه‌ای به این موقعیت دست پیدا کردن، و اون موقع ایشون باید توجهشون رو به چند مسئله جلب کنن. یکی این هستش که استمرار وضع فعلی در خاورمیانه و ادامه پیدا کردن فعالیت‌های گروه‌های اقماری و نیابتی جمهوری اسلامی امکان پذیر نیستش، به خاطر اینکه دیگه فقط یک کشور و دو کشور رو تحت تأثیر قرار نداده، بلکه به عنوان مثال اقدام‌های روسی‌ها در منطقه دریای سرخ و تنگه باب المندب داره در منطقه مانور میده که چیزی در حدود 12% تجارت جهانی از اونجا داره عبور کنه، و این استمرار موقعیت فعلی اصلا و ابدا قابل قبول نیست. اما وقتی که به این فکر کنیم که خانم هریس چه ابزارهایی در دست داره، به نظر من ایشون تجربه این رو ندارن و به احساس میکنم که از منظر سیاسی که دنبال میکنن، مشی سیاسی که دنبال میکنن، توانایی این رو نداشته باشن که بتونن اون بازدارندگی که باید و شاید رو مجدداً بتونن در خاورمیانه اعمال کنن. این اصلا و ابدا به این مفهوم نیست که آقای ترامپ چنین توانایی رو داره، ولی حداقل در کمپ دموکرات‌ها من چنین مسئله رو نمی‌بینم. و مسئله دوم و بسیار مهم نیاز نفوذ جمهوری اسلامی به ایالات متحده هست که امشب هم آقای نتانیاهو در اونجا به این مسئله اشاره کردن و گفتن تعدادی از افراد احمق‌های مفید برای جمهوری. ممنونم. به پایان این ویژه برنامه خبری تحلیلی صدای آمریکا رسیدیم. سپاسگزارم از آقای منصور فرهنگ و آقای شاهین مدرس که دعوت ما را پذیرفتید، و ممنون از شما که بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. پیامی از این هستم و به شما بدرود میگم. شب روزتون خوش. این صدای آمریکاست.